مهمانیاران، عباس پهلوان عزیز ما، سردبیر مجله فردوسی امروز که در ایران با نام فردوسی منتشر می شد، دومین کتاب خاطرات خودش رو منتشر کرد و به همین مناسبت دوستان بسیاری به دیدن او رفتند برای خرید کتاب و امضای کتاب. و جالبه که در این نشست من پی بردم که علی‌رغم اینکه میدونستم احمد شاملو و خیلی از این بزرگانی که شما میشناسید رو عباس پهلوان برای نخستین بار در مجله فردوسی ایران معرفی کرد و بعد اینها اوج گرفتن، اینجا دیدم که رفیقم علیرضا میبودی خودش با زبان خودش میگه که موجب شهرت و ترقی علیرضا میبودی نیز عباس پهلوان بوده و مجله فردوسی امروز، که زیرا که مجله فردوسی امروز پس از اینکه آقای میبودی از آلمان میاد به تهران، اولین مجله است که اولین و نخستین مقاله و نوشته علیرضا میبودی منتشر میکنه. عباس پهلوان بود که مشاورتون و از این بابت همه این بابت واقعا از این سپاسگزار بشه. خود من به خاطر هم هست که یه مطلبی نوشتم توی کاوه آقای محمد آسینی تو آلمان چاپ شد، نسخه فردوسی به حساب آقا اینو تهران تجدید چاپ کرد، مطلب مدارم بود البته خیلی مدار. بعد گفت حالا که دارید داشتم میرفتم ایران و میدم به ایران و برگشت آقای آسینی من گفتش که میری به ایران بریم تشکری بکن از آقای پهلوان. حتما بای کمال بیر رفتم رو تاکسی گرفتم رفتم در آقای پهلوان و همون زمان من متوجه شدم خیلی آدمایی که ما میشناسیم و اسمشون مطرحی در مطبوعات همه کسانی هم که عباس پهلوان بهشون میتون دادیم. از همه دوستان عزیزی که اونجا بودن جای ما رو خالی کردن سپاسگزارم. عباس پهلوان عزیز رو بهترین سردبیر و بهترین روزنامه نگار دورانمون رو دستش از راه دور میبوسم. استاد عباس پهلوان بهش میگم عباس جان یاد ناهید خانم بخیر. ناهید همیشه با ماست، ناهید همیشه با ماست.